سلام، وقتتون بخیر. بازی پرسپولیس و گلگهر تشریف آوردین، شاید ورودتون به استادیوم، خرید بلیت چطور بود؟ سلام، وقت شما هم بخیر. شرایط بلیت فروشی که خیلی فاجعه بار بود واقعا، چون من نتونستم اصلا بخرم، یعنی بلیت هم میتونستم انتخاب کنم، ولی خب من دخترم، کد ملی من توی سایت وقتی وارد میکردم میزد که جنسیت شما با این بلوک یکی نیست، جنسیت من دختره، بلوکم مال خانوم است، ولی نمیفروختم بهم، ولی با کد ملی پدرم تونستم تو جایگاه بانوان خریداری کنم. با کد ملی آقا تو جایگاه بانوان خرید. بله، با کد ملی یه آقا تونستم تو جایگاه بانوان خرید کنم، ولی با کد ملی خودم که یه خانومم نتونستم تو جایگاه بانوان. سالها تو لیگ اونم تو ورشگاه آزادی خانوما اجازه ورود پیدا کردن، شایعه چطور ببینید؟ خیلی باعث خوشحالی میشه اگه هر بازی بیام. من بازی پرسپولیس نفت آبادان پارسال شهریورم استادیوم بودم و واقعا به نظرم هیچ چیزی قشنگتر از این نیست که ما بتونیم هر بازی بیایم استادیوم. الان پارکینگ شماره 2 رو در اختیار خانم‌ها قرار دادن، از این ورودی وارد شن، اوضاع خوب از این و راحته؟ والا هنوز نرفتیم، ولی سری پیش از درب شرقی بود، خوب بود. بله خیلی راحت، دخترم از سایت گرفتن، مشکلی نبود. بله. بعد میگفتن که با کد ملی خانم نمیشه خرید، شما مشکل نشی؟ نه عزیز، ما مشکل نداشتیم، ما دو تا بلیت بانوان گرفتیم، خیلی هم راحت بود. دفعه چندمتون استادیوم آزادی بیاید؟ من دفعه دوممه و خیلی خوشحالم که بانوان رو توی استادیوم راه دادن. این انگیزه و انرژی خاص برای خانم ها خیلی بیشتر از قبل شده و خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از عوامه. دفعات قبلی هم سمت شرق در واقع وقت ورود خانم ها بود، الان سمت قبل پارکینگ شماره 2 رو در اختیار خانم ها قرار دادن. فکر میکنید موضوع باعث بشه راحت تر وارد ورزشگاه بشین و خروجتون راحت تر بشه؟ بله، چون کلا قسمت بانوان با آقایون جدا شده، حمل و نقل خانم ها خیلی راحت تر شده و من سری پیش با دخترم خیلی رضایت داشتم. بله. و تو روزی اومدین که سوپر جام میخوان اهدا کنن؟ بله همین لحظه. خیلی خوشحالم که تو این روز اومدم، خوشحالی دخترم رو میخوام ببینم و خوشحالی جوانا رو، و انشالله که پرسپولیس مثل همیشه برنده بشه. یکم سخت بود چون دیر اقدام کردیم، ولی خب تونستیم، حالا ببینیم چی میشه دیگه. شما چی؟ ما از سایت دیوار خریدیم، امیدواریم که مشکلی پیش نیاد بتونیم بریم داخل. باز آسیا خریدی درسته؟ دیگه قیمت چند؟ دیر اقدام کردیم، 400 نفس. ازاتون حسالتون چی اومدین استادیوم آزادی برای بازی پرسپولیس؟ خیلی خوشحالیم، امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه، بتونیم بازی های آینده هم بیاین. چندمین بارتونه؟ اولین بار. شما چی؟ اولین بار تقریبا. اصلا راحت نبود، خیلی سخت بود. خیلی سخت بود، خیلی سخت. حتی پیدا نکردیم، یه دونه بلیط کم آوردیم. الان هم تموم شد. ما که رفتیم تو سایت، کلا یه روز کامل تو سایت بودیم که نیم با نیم ساعت تاخیرم بلیط فروشی آغاز شد، ولی خب بلیط تو ثانیه خریدیم. گفتین یه دونه کم آوردیم بلیط؟ دونه کم آوردیم، یعنی 4 نفریم، 3 تا بلیط داریم. امید داریم بدون بلیط بریم داخل؟ میریم. شنیدین تو آقایونم اونور میرن داخل؟ نه اصلا به زور میریم، نمیشه. تلاش نکنیم برای بلیط در واقع بازار؟ تلاش کردیم اما اصلا آها بازارسیا نه، من تلاش کردم. قیمت چطور بود؟ قیمت ها خیلی بالا بود، بالای 200 هزار تومان بود قیمت. سوالتون چیه؟ چندمین بارتون استادیوم شما؟ من اولین بارم، ولی منم دومین بار. چند سالتونه؟ 16 همه. سوالتون رو میگیم برام؟ سوال عجیبی. خیلی حس عجیبی، امیدوارم همینجوری اجازه بدن بازم بیایم. این خیلی افتخار بزرگیه که خیلی از استقلالی هم ندارنش، اینو بگم. من که آره خوشحالیم که سوپر جام اینطوری شد که بتونیم بیایم و اولین باریه که با اولین قهرمانی بانوان اومدن و امیدواریم که این ادامه دار باشه و طوری نباشه که فقط اولین بار باشه، که بانوان هم بتونن این حس شیرین رو تجربه کنن و امیدوارم به شهرستان هم بکشه که خواهرایی که حالا تو شهرستان هم بتونن بیان ورزشگاه. از عملکرد پرسپولیس هم بگید این فصل، حالا هم توی آسیا که بازی اول با النصر رو باخت، بعد تو قطر جبران کرد و تو دیگه هم شرط شد. خب بازی با قطر که خیلی خوب ظاهر شدیم، خیلی خوب تونستیم تعویض کنیم و بردیم. بازی با النصر متاسفانه خب با حمله بد آزادی و خب بالا اتفاقای بعدی که افتاد نشد، ولی امیدواریم که در ادامه راه موفق باشیم و ان شاءالله که میریم. که لیدر پرسپولیس هستین درسته؟ سر لیدر. خدا رو شکر زحمت زیادی کشیده شده به خاطر این بازی که خانم‌ها بتونن بیان و ما هم الان اومدیم جهت هماهنگی. شرایط چطوره؟ تو چند بارتون خودتون استادیوم میایین برای بازی؟ من بار چهارم همه. اوضاع خوبه؟
عالی، خدا رو شکر. دفعات قبلی یکم سخت‌تر بود، الان می‌گم اوضاع حتما بلیط خریدن راحت‌تر شده، درسته؟ خیلی بهتر شده به خاطر اینکه زحمات زیادی کشیده شده به خاطر این امر و الان خدا رو شکر همه چیز خوبه. توصیه‌تون به خانم‌هایی که علاقه‌مندن به فوتبال و دوست دارن حالا هم بازی پرسپولیس هم استقلال حتی تیم ملی رو بیان چیه؟ اولا خدا رو شکر که همه تونستن بیان تا حدودی که بلیط فروخته شده، چون با خاطر اینکه همه الان بیان ورزشگاه زحمات زیادی کشیده شده که همه بتونن بیان. خب حالا یه تعداد محدودی هم نتونستن، به خاطر همین میگم. پس پس گلگهر اومدیم، بلیط تونستی راحت بخری؟ نه، ما الان نتونستیم بلیط تهیه کنیم، یعنی همون لحظه‌ای که اعلام کردن که بریم بلیط بگیریم ما رفتیم سر سایت وایسادیم، من، خواهرم، دوستم، همون لحظه گفتن که پره و این مشکل همیشه ای ماست. من واقعا میخوام بدونم چرا اینجوریه. ما الان بدون بلیط اومدیم، امیدواریم که بتونیم بریم تو. امیدواریم بدون بلیط راه تو اومدم این داخل. آره، باید به نظرم راه بدم وقتی هم ظرفیت هستش. هم ما همه تلاشمون رو کردیم و میخوایم خب اون هزینه رو پرداخت کنیم. مثلا اونجوری نیست که بخوایم الان بدون هزینه یا بدون بلیط بریم. دوست داده بلیط کلا 2200 تا بود. خب شاید خب ما همون لحظه ما سر سایت بودیم. چرا باید تو همون لحظه مثلا برای ما نباشه؟ اولین بارم نیست، چندمین باره. چندمین بار تو شما استادیوم مثلا کلا میای؟ من اولین باره میام، ولی این سری دیگه گفتم من میرم که ببینم ما اصلا جریان چیه، چرا ما نمیتونیم هیچ وقت بریم بلیط بگیریم. بات قبلی هم تلاش کردیم بلیط بخریم. خیلی تلاش کردم، میگم هم خود اون بازی ها بود. یکی تیم ملی بوده یه بار، یه بارم بازی پرسپولیس، حالا دقیقاً حضور ذهن ندارم. بعد تلاش کردیم برای بلیط در واقع بازارسیا بخویم بعد بلیط بخریم؟ بازارسیا نه، تلاش نکردم، ولی از سایتی که خودشون میگن. خیلی سوالتونم بگید. من خیلی دلم میخواد، بله خیلی دلم میخواد بتونیم بریم داخل، چون واقعا با یه شوری اومدیم و واقعا امیدوارم رامون بدن، چون اگه رامون ندن فکر کنم خیلی حس بدی. پرسپولیس هم میگید امسال چه تو آسیا چه لیگ برتر دنبال میکنی؟ پرسپولیس که تو آسیا به نظرم توی بازی اولش خیلی بد شانسی آورد، مصدومیت ترابی خیلی بد بود و امیدوارم که تو ادامه راه موفق باشه.